برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر نخست وزیر عراق از تصمیم هیئت دولت مبنی بر تعطیلی دو روزه ادارات دولتی این کشور در اواخر هفته آینده به مناسبت اربعین حسینی خبر می دهد. پیش از این شماری از استانهای واقع در جنوب و مرکز عراق از جمله نجف اشرف، کربلای معلا و بابل از تعطیلی چند روزه ادارات دولتی خود به مناسبت اربعین حسینی خبر داده بودند. گفتنی است که پیشنویس قانون تعطیلات رسمی عراق تاکنون به تصویب مجلس نمایندگان این کشور نرسیده و به همین دلیل نیز هیئت دولت در مناسبت‌های مختلف از جمله سالروز اربعین امام حسین علیه السلام ادارات دولتی را تعطیل می‌کند. خبری از آلمان. وزارت کشور آلمان از ثبت بیش از 250 حمله علیه مسلمانان در این کشور طی 6 ماهه نخست سال جاری میلادی خبر می‌دهد. وزارت کشور آلمان در گزارشی که در پاسخ به پرسش حزب اپوزیسیون چپگرا تأیید کرده که در نیمه نخست سال 2023 میلادی شمار جرایم و حملات علیه مسلمانان در این کشور افزایش یافته است. بر اساس داده‌های این وزارتخانه، موارد شامل جرایم ناشی از تنفر، نامه‌های تهدیدآمیز، تعرض لفظی و فیزیکی و تخریب یا خسارت به دارایی‌های آنها بوده است. کتاب ارزشمند تعرف الحقیقه توسط مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، مرکز نشر آثار مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی به چاپ رسید. این کتاب مشروع بیانات معظم الله در سالروز شهادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در 28 صفر سال 1444 است. کتاب لتعرف الحقیقه به زبان عربی و در 5000 نسخه در قطع جیبی به چاپ رسیده است. هماهنگ کننده امور بین المللی در دولت اقلیم کردستان عراق از افزایش موارد فروش اعضای بدن بین آوارگان و پناهندگان در منطقه اقلیم خبر داده است. وی روز سه‌شنبه هفته شهریور در یک نشست خبری افزود که پناهندگان و آوارگان به یک چالش تبدیل شدند و مسئولیت دیگری را به سبب افزایش موارد فروش اعضا بر دوش دولت گذاشتند. او با ابراز تأسف نسبت به افزایش موارد فروش اعضای بدن بین پناهندگان و آوارگان، دولت اقلیم را به ساماندهی و سازماندهی عملیات اهدای اعضای انسان فراخواند.